افشار هنگامه در خدمتون هستم. امروز شنبه 14 از ماه ژانویه 2012 میلادی، روزهای شنبه 8 بامداد و سه شنبه ها 4 بعد است. به همراه آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه باید بگویم که نه تنها جهانیان همه آپشن ها رو بر روی میز گذاشتن برای تعیین تکلیف حکومت جاهلان ایران، که خود مردم ایران هم همه گزینه ها رو بر روی میز و زیر میز گذاشتن. این سکوت مرگبار مردم ایران باید از اون ترسید. آرامش قبل از طوفانه. کلی آقای رهبر تهدید کرد که اگر تحریم بکنید انتخابات مجلس، چنین میکنم و چنان میکنم. نگاه کنید شعار نویسی ها رو از همه جا، پشت نیمکت کلاس های درس، بر روی دیوارها، هر چی که بخواهید. حالا این روزا هم یه ده شعار پاکن استخدام میکنن، ولی کن می نویسند و پاک میشه دوباره می نویسند. اسد جنایت می کند، رهبر حمایت می کند، خامنه ای قاتل است. تحریم انتخابات مجلس یادت نره، 25 بهمن روز اعتراض، روز آزادی. خب مگه همه جا دوربینای مدار بسته نگذاشتن؟ روی اسکناس ها هم بغل عکس امام زمان. این مسئله امام زمان هم جالبه ها، میگن ظهور میکنه، ظهور برای چی ظهور کنه؟ اینقدر بازارش گرم امام زمان، اگر ظهور کنه که همه چی تعطیل میشه. این براش نظری میبرن، پول به پاش میریزن، تمام مدت ذکر خیرشو میکنن، لوس و نونا شده. برای چی پاشه بیاد امام زمان؟ دیگه بیاد دکونش تخته شده. هیچ کدوم از این امام ها ظهور نخواهند کرد، چون اگر بکنن دیگه تعیین تکلیف شده دیگه، باید ببندن و برن، بار و بنای سفرشون رو تمام، سفر تاریخیشون تمامه. خب خدمتتون، امروز سالگرد آقای بن علی، حالا این انقلاب در کجا؟ در تونس. یک سال. ببینید در این یک سال چگونه این جهان اسلام، کشورهای اسلامی زیر و رو شدن لایه به لایه، و هر روز بیشتر داره این حرکت سریع تر میشه، تند پا تر میشه، سرعت بیشتر میگیره. سال آینده این موقع ما در کجا قرار داریم؟ مسلماً تغییرات عظیمی در منطقه اتفاق خواهد افتاد، تلفات خواهد داشت. این تندروها از دخمهای سیاه تاریخی بیرون خواهند آمد، از این پشت مساجد که اون تو بمب‌های کمری ذهنی رو می‌بستند، درست می‌کردند، به روشنایی خیابون‌ها میان و با بشریت، با نسل‌ها، با ذهنیت روشن اونها مواجه خواهند شد. درباره یک دوئلی خواهد بود بین مذهبی که قرنها خودش رو در پستوها مخفی کرده بود و اثراتش رو ما در سطوح جامعه میدیدیم، جوامع، ولی حالا رو در رو باید بیاد خودش نشون بده چگونه شمشیر میزنه، چگونه را میره، تا مردم ببینن چگونه شلشل میزنه، مردم لکنت زبانش رو ببینن. در مدحش دیگه صحبت نکنن، خودش گویای خودش باشه. و امروز آنچه که ما در خاورمیانه میبینیم، در کشور شاخ آفریقا در واقع، به عنوان بهار عرب، این نشون دادن این عجوزه
رنگ و روغن زده قرن هاست که اومده به روشنایی ببیننش، در واقع کشف حجاب شده از این مذهب و مردم باید ببینن و خودشون مقایسه بکنن، تحلیل بکنن، تصمیم بگیرن. خیلی دوره زیبایی هست، ضمن اینکه سهمناک و خطرناک و دردناک هم هست، با کشتارها مواجه خواهیم بود، اما این یک زور آزمایی و یک آزمایش نهایی قرنه که خودشون بیان زبان گویای خودشون باشن در روشنایی خیابونها، کوچه ها و در میان ازدحام. آنچه که الان در ایران میگذره، یک مسافری در واقع، ما مسافر زیاد داریم به ایران میرن و میان، میگن وضعیت زنها، همه خانوم ها تمام ارگان های دولتی رو تسخیر کردن. حالا محجبه، نیمه محجبه، اون روسری که حریر رو دیگه فکر میکنم بودنش سکسی تر تا نبودنش، با این فرمی که خانوم های ایرانی با استعداد نهانی و هنری خودشون از این مد ساختن، میگن تو تمام جایی نیست که شما برید و حضور زن، مدیریت زن ایرانی رو نبینید. و یکی نقل قولی هم بود که ارباب رجوع تا حدی وحشت داره در مواجه با این خانوم ها، چون اگر بخواد اونجا خارج از صف وارد بشه، بخواد پرسش های زیادی بکنه، در واقع اصول و قوانین اون اداره رو انجام نده، مراعات نکنه، با خشم و داد خانوم ها، آقا مگر نگفتم برو بشین، و آقایون این موش. البته در این حدم که خانوم ها نمیتونم تصفیه حساب تاریخیست برای نخستین بار، فکر میکنن این قدرت کامل داره به دستشون میفته، اما مدیریتی میگن خانوم ها در سطوح ادارات ایران انجام میدن که ارباب رجوع در واقع وقتی میره باید مراقب اعمال و رفتار خودش باشه. خب این نشون میده که آینده ایران راهی نداره جز اینکه این بخش از جامعه که قرنها صد جلوش گذاشته شده، بالاخره بیاد در نقش حکومت، یعنی از پشت پرده بیاد به روی پرده، همون گونه که مذاهب یکی یکی از پستوها به بیرون آمدن، امروز هم زنها دارن در عیان و آفتاب مقابل دید مردم قدرت و نفوذ خودشون رو نشون میدن و امکان نداره که بشه اینها رو دیگه به پستوها برد. یعنی اینا همیشه خانوم ها گفتم این موضوع تقلا برای کشف حجاب، برای حق رأی، برای جنگ علیه تعدد زوجات، سکولاریسم، نقش داشتن در سطح حکومت و فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حتی اقل یک قرن هست که در ایران پررنگه. و هرچند که تکنولوژی بگونه امروز نبود که ثبت کنه و نشون بده، اما به اندازه کافی مدارک و اسناد هست، از عکس، از نوشته، از خبر. من امروز میخوام به شما پیش قراولان این حرکت رو، پیش قراولان کشف حجاب رو در ایران که متاسفانه طول 80 اندی سال اخیر از اینها سخن نرفته خدمتون بگم. این عکسی که ملاحظه می‌فرمایید، این قبل از کشف حجابه، یعنی در مدارس ایران، مدارس دخترانه‌ای که توسط خود زنان ایران با
بنا میشد و با پول زنان ایران این مدرسه دخترانی است که خانوم روشنک نودوست 4 سال قبل از کشف حجاب این عکس گرفته شده. یعنی چه؟ یعنی که در داخل مدارس، نه تنها در داخل خانه ها، در داخل مدارس، در داخل انجمن ها این کشف حجاب انجام شده بود، به وقوع پیوسته بود. حالا می اومدن بیرون مجبور بودن پوششی داشته باشن چون مورد هجوم متحجرین مذهبی یا غیر مذهبی قرار می گرفتن. خب این عکس یکی از عکس‌های تاریخی است که به ما نشون داده نشده، اما یکی یکی از آلبوم ها بیرون میاد. این عکس دیگر محصلان مدرسه دخترانه اتحاد در کاشان سال 1314 کشف حجاب توسط فرمانش توسط رضا شاه اعلام شد. اما میبینیم که خانم ها رو، دختران رو قبل از سالها قبل از کشف حجاب. خواهش میکنم قبل از اینکه عکس بعد رو نشون بدی، از تمام کسانی که برنامه رو میبینن، از مادر بزرگ های خودشون به آلبوم اونها رجوع کنن. این خب تازه این هنر صنعت عکاسی هم تازه آمده بود. بگردن پیدا خواهند کرد مادر بزرگ ها که چگونه سعی میکردن با چهره جدید عکسی یادگار داشته باشن، و مطمئنم که در هر خونه ای هست. حالا یک از آلبوم خانواده، از یک آقای به نام بهمن بیاتی، مجموعه از این عکس ها رو داره آرام آرام آزاد میکنه، در اختیار عموم قرار میده. یک کدام از این مجموعه ها خانواده امیر حشمت هستن. تمام اینهایی که بهتون نشون میدیم قبل از دی ماه 1314 است. این خانواده، ببینید زنهای قجری، همون قلیان که به هر حال یک رسم کهنه بوده سنور، و این خانوم که به هر حال خانوم خانه است و در واقع سرور باید باشه. ببینید که خانوم ها چگونه حجاب رو کنار گذاشتن و مقابل دوربین نشستن. ذهنیت آماده بود، ذهنیت تغییر کرده بود، اونگونه ها هم نبود که به ما گفته شده. یعنی مردم ذهنن زنان، بخش عظمی از زنان کشف حجاب کرده بودند. و بعد یک عروسی هم هست در همدان در سال 1305 شمسی. یادتون باشه کشف حجاب در سال 1314 بود، و عروسی ها امروز نگاه میکنید با در بین این قشرون مذهبی در ایران فقط تو که بینی معلومه در جشن عروسی با این چادر سیاه یک رنگ، ولی ببینید این عروسی رو در همدان که داماد و عروس مقابل دوربین و بدون حجاب با همون حالا فرم و مد اون زمان. و اون موقع هم بیشتر خود زنها خیاطی میکردن، تازه این چرخ سینگر آمده بود. جانم پیداش نکردی امیر جان؟ پیدا نکردی؟ پیدا، اشکال نداره عزیزم، هیچ اشکال نداره، من به اندازه کافی برای شما. ببینی تعداد زیادی عکس داره انتشار پیدا میکنه، البته خود من هم بارها توی این چند سال نشون دادم، ولی واقعا اینها باید در یک آلبوم قرار بگیره و رو اینها گزارش نشون داده بشه و نشون بده که چه جنبش و تحولی در جامعه ایران عصر قجری بود، از داخل دربار، از داخل حرمسراها، از داخل خانه ها، برای آزادی، برای جنبش، و چگونه روشن فکران مرد در کنار زنان برای کشف حجاب و برای حقوق زن تقلا می کردن که اصلا اینها قابل مقایسه نیستن با روشنفکرانی که بعدها ما در سال 1357 دیدیم. یک عکسی هست از
یکی از نخستین، شاید نخستین روزنامه نگار زن ایران، بی بی خانوم استر آبادی. این بی بی خانوم استر آبادی اولین مدرسه دختران دوشیزگان رو تأسیس کرد، هرچند که تعداد کم بودن. تنها مرد اون مدرسه یک فراش پیر بود و آنچه که درس داده می شد از میان دروس، خانه‌داری، شیوه شوهرداری، آشپزی، نمیدونستن، نمیتونستن که علم و فلسفه بدن، ولی چگونه با مخالفت جامعه، چگونه با بستن به هر حال این مدرسه رو. اما این خانم بی بی استر آبادی یکی از زنانی بود که مقابل تحجر ایستاد و در پاسخ کتابی که به نام تأدیب نسوان نوشته شده بود آمد و کتاب معایب الرجال رو نوشت و مقابل مردها ایستاد که زنها حق دارن، باید حجاب برداشته بشه، باید تحصیل کنن، باید وارد جامعه بشن و این ذهنیت چندزنی و زنزنی و زن محدود کردن از بین بره. و بعد عکسی هم هست از خانم صدیقه دولت آبادی. این خانم صدیقه دولت آبادی قبل از کشف حجاب بدون حجاب میاد به خیابون، شروع بودن، البته بعدم ایران رو ترک میکنه. خانم با خانوادهشه و میاد، ببینیم پدر بزرگم نشسته هیچ اعتراضم نمیکنه، اعضای خانواده مرتا که چرا بدون حجاب مقابل دوربین میشینه. ببینید ذهنیت آماده بوده قبل از کشف حجاب، این روشن فکری بوده در بین جوامع ایرانی، خانواده ها اونطوری نبود که مرحوم رضا شاه بیاد این فرمانو بده و جامعه شوکه بشه. آنچه توسط شوکه شدن جامعه شد اجباری بودن کشف حجاب بود. یعنی اینکه اون کسانی که میخواستن، اولا که قبل از این زنها به عنوان اعتراض در شیراز چادرهای سیاه خودشون رو به رنگ قهوه‌ای درآوردن و بعد میلیون ها زن میخواستن که از شر این حجاب رها بشن. و در سال 1920، یادتون باشه رضا شاه 1925 آمد، تعدادی از زنان فعال به کل حجاب رو کنار گذاشتن. ما عکسشون رو هم داریم، منتها اینها رو من در برنامه‌های مختلف نشون خواهم داد. و بعد در اوایل 1930 بود که انجمن زنان وطنخواه کمپینی برای بی‌حجابی آغاز کرد و تومارهایی از زنان معترض تهیه و به دست رضا شاه رسید. یعنی میخواستند که این عمل انجام بشه. اما آنچه که مورد شوک قرار گرفت و نمیخواستند زنها، اجباری بودن این مسئله بود، بدین معنی که پاسبان ها، گزمه ها مسئول بودن که اگر زنی رو حجاب می دیدن این حجاب رو به زور از سرش بکشن بیرون. خب خیلی از این پاسبان ها، البته اکثرشون و شاید تمامشون، خودشون در اون تحجر و سنتی فکر می کردن، خانوم هاشون، دختراشون، خواهراشون چادری بودن و کاری رو می کردن که خودشون هم نمی خواستن و جمع کثیری از زنها خانه نشین شدن، نمیتونستن. مثل این که الان به من بگن شما از امروز قرار این آزادی باشه و شما این لباس رو بیای بیرون، پاسبان پلیس های آمریکایی از سنی در میارن، باید با مایو بیای. خب من میشینم تو خونه، نمیرم. و در اون دوران ضمن این که زنها آمدن به جامعه و کلاه هم مد شد، کلاهای فرنگی که چقدر زیبا بود اتفاقا، ولی خب بعدها دیگه این کلاه از بین رفت، مد دیگه از مد افتاد، که من فکر میکنم یکی از زیباترین مدها و پوشش ها برای زن کلاهه. خود منم گاهی کلاه میگذارم، بسیار دوست میدارم. اما اتفاقی که در کنار این افتاد، زنهایی بودن که خانه نشین شدن
یعنی به میخواستن سبزی هم بخرن نمیرفتن، چون میدونستن که چادر از سرشون کشیده میشه، و از روی پشت بام ها به دیدار هم میرفتن، چون میدونستن اگر از در منزل بیان و به خانه همسایه برن یا چند کوچه اون ورتر، اینها مأمورین دولتی چادرها رو از سرشون میکشن پایین. و این اتفاق هم افتاد. ما الان بعد از 80 سال خب مضرات و منافع این کشف حجاب رو بررسی میکنیم، اما نکته مهم این هست که خواست زنان بود، نکته مهم این هست که حرکت خود زنها بود. و بسیار سرمقاله ها و نوشته های روشنفکرانی در نشریاتی چون حبل المتین در کلکته، روزنامه ایران نو که ملک و شعرهای بهار سردبیرش بود، نشریه شکوفه، روزنامه شمس، ببینید که تعداد از این روزنامه ها حتی نام زنان رو بر خود گرفته بود، روزنامه شرق، روزنامه زن شرق که در آذربایجان شوروی انتشار پیدا میکرد، روزنامه اختر در استانبول، سریا و پرورش در مصر، یعنی در خارج از ایران. ما الان میبینیم در این کشورهای خارج، این کشورهایی که اسمشون بریم، در مورد آزادی زن ایران و روشنفکران ایران و مشروط آزادی خواهی نشریه داشته باشن، خب در ایران ممنوع بود، اینها به کشورهای خارج می رفتن و بعد اینها رو به صورت فوتوکوپی، اون موقع که زیراکس نبود، اون موقع که صنعت چاپ دست نویس، اینها رو تکثیر می کردن، در گونی های حبوبات به ایران می فرستادن، زنها اینها رو با دست دوباره نویسی می کردن، شهر به شهر می گردوندن. و ببینید چه پابلیک ریلیشن قوی بود برای حضور زن در صحنه اجتماعی و سیاسی و خواسته هاش برای کشف حجاب و رد و عدم تعدد زوجات، شرکت در مجلس و بسیار مسائل دیگر. نشریه دیگری به نام نشریه عدالت توسط سید حسین عدالت، مولا نصرالدین توسط جلیل محمد قلی‌زاده که اینها در قفقاز هم مرکزش بود و حتی با اوجگیری و نوج احزاب سوسیال دموکرات در کشورهای قفقاز و اروپا، اینها از حرکت زنان ایران و کلن حرکت روشنفکری در ایران حمایت می کردن. و باید واقعا تشکر کنیم از روشنفکران، بدونیم که این روشنفکران چه تأثیری داشتن در احقاق حقوق زنها و شانه به شانه اونها حرکت کردن. جهانگیر سوسرافیل، عارف قزوینی، ایرج میرزا، اینا اشعاری دارن در مدح زنان، در آزادی زنان، این پوسیدگی ذهنیتی که زن فقط باید در خانه باشه و زن فقط محدود به آشپزخانه و در واقع زایشگاه و مطبخ. ابوالقاسم لاهوتی، میرزاده عشقی، علی اکبر ده خدا، میرزا علی اکبر صابر، ملک و شعرهای بهار، وکیل و رعایا، تقی‌زاده که تو نماینده مجلس بودن که موافق حضور زنها بودن در همه سطوح اجتماعی، اما این قشر آخوند از همون اول مقابل آزادی زن میستاد، میگفت اینها فتنه‌گرن و اینها باید به داخل، یعنی این وحشت از زن قرنهاست که توسط مذاهب یهودیت، مسیحیت و اسلام بیچاره کرده زن رو، بیچاره کرده. حالا این حس تملک و تعلقی که زن مال منه، ملک منه، در واقع در شکل مذهب وقتی اومد، اینم مذهب مسیحیت هم در اروپا چون تهاجم بود از طرف کشورهای مختلف، اسلاف ها، پرش ها،
ملل مختلف، اینها اومدن در قالب مذهب مسیحیت در واقع مرکزیت حکومتی بهش دادن برای اینکه بتونن جلوی شورش ها و تجاوز ها رو بگیرن. و بعد یواش یواش کلیسا قدرت گرفت، قدرت گرفت تا جایی که دیگه میدونی چه آمد. و بعد از قرن 15 هیومانیست ها آمدن و نقش روشن فکر را ظهور کردن. چه کشتارها شد بین خودشون، چه کشتارها از زنها کردن به عنوان جادوگر. و ما میبینیم الان در قرن 21 که مسیحیت در واقع جایگاه خودشو پیدا کرده. و امروز آنچه مشکل ماست، مسیحیت هم 15 قرن زیر نام مسیحیت و پیام الهی رست زنها رو کشید، اجازه نداد اینها در حرکت‌های اجتماعی و سیاسی فعال باشن، اینها رو جنس ضعیف، کشتارها، کترها، تبعیضها. چه مقایسه، من فکر میکردم که این مذهب اسلام هم الان 15 قرنه که چنین روش و شیوهی رو داره. و الان این زنان منطقه هستن که با حضور خودشون و با مقابله با اینکه مذهب جای خود، اما نباید دست و پای ما رو ببنده و نباید برای ما تعیین و تکلیف کنه، نباید قانون اساسی زندگی زن باشه. و اون کاری که در اروپا در مسیحیت بعد از 15 قرن از حضور شد، از وجودش در صحنه زندگی مردم شد، امروز ما میبینیم بعد از 15 قرن در اسلام هست. و بعد خب در واقع یهودیت که خیلی قبل تر از اون بود. حالا چرا امروز اسلام و یهودیت هر دو دارن خودشون رو در صحنه زندگی زنان نشون میدن به عنوان همون روشی که، یعنی در واقع در مقایسه با همون روشی که مسیحیت داشت، قدرت در دستشون افتاده؟ ارتدوکسای یهودی جایگاه نداشتن، محل نداشتن. ارتدوکس هم به معنای تندروهای دست راستی، هم میتونه مسیحی باشه، هم میتونه یهودی باشه، هم میتونه مسلمان باشه. و بعد الان که جاشون گرم شده و دولت اسرائیل در واقع یک دولت مستحکمی شده، اینا قدرت گرفتن و دارن یواش یواش از اون زیر همون کاری رو، همون روشی رو دنبال میکنن که مسیحیان در قرن‌ها پیش انجام دادن و اسلام بر 15 قرن 14 قرن اخیر انجام داده. خوشبختانه دولت اسرائیل چون یک دولت دموکراتی هست مقابله این ایستاده. اما میخوام بگم بلایی که این مذاهب بر سر زن آوردن، به محض اینکه کوچکترین قدرت به دستشون بیاد میرن سراغ زن، چون این رو به عنوان ملک خودشون میدونن و میدونن اگر این برابری و برادری و حقوق باشه، اینها نمیتونن مرف بخورن و بخوابن، نمیتونن صاحب 4 زن باشن، نمیتونن بهشت رو در این دنیای زمینی داشته باشن. به قدرت زن اشراف دارن. هفته قبل یک بانوی نازنین ایرانی یهودی در اسرائیل تماس تلفنی گرفت بعد از برنامه و خوشحال بود از اینکه ما در کنار این قشریون مذهبی اسلام داریم قشریون یهودی هم صحبت میکنیم. فکر نکنم فقط این خاص اسلامه. و من ازش خواهش کردم به جایی که نقل قول بکنم، خود ایشون صحبت بکنن از داخل اسرائیل که چه در این زنها و جامعه داره میره با این یورش و شورش و قیام ارتدوکس های یهودی. اجازه بدید که صدای این بانو رو بشنویم و بعد ببینیم درد دل اون و درد دل میلیون ها زن مسلمان و میلیون ها زن مسیحی و ادیان دیگر که هنوز زیر سلطه ذهنیت و قوانین مرد هستن یکیه. ما همه از یک چیز زجر بکشیم. استدعا هم دارم امیر عزیزم، ضمن این که صحبت های این بانو گرامی پخش میشه، اگر فوتیج ها
و فیلم های از ارتدکس های یهودی در اسرائیل دارن نشان بدهن. بفرمایید من گوش میدم، دارم صداتون رو ضبط میکنم برای پخش، خواهش میکنم. من از دور دست شما رو میبوسم، زبان شما رو میبوسم به خاطر صحبت هایی که در مورد ما میکنید. من یک یهودی ایرانی هستم که در اسرائیل زندگی میکنم. من این دینی که این اسرائیلیون رو این کار آوردن دین ما نیست، دین خیلی از ماها نیست. خانم افشار کنم یا یک دین ما به ما گفته که این یهودی میاد خونه من اسرائیلی قضای من رو نمیخوره، بعد شما رو دار مذهبی میکنم قضای پدر و مادرش رو نمیخورن دیگه. خدا کرده من به آب خود پدرش رو نمیخورن دیگه. این شما دستی نیستی، شما مذهبی نیستی. کلی دو میبندن به کمرشون با تناب. توی رو بدتر بدتره تو آمریکا که بری یهودی. من ناراحتیم از یهودی های ایرانیه. کلی دو میبندن به کمرشون بیان ما کلی تام نمی کنیم. خود این چه معنی داره؟ مگر تو این کلی دو نبستی به کمرت. یا خانم افشار، من خیلی اصلا ناراحتم، خیلی خوشحالم که شما آگاهی دارید و اینا رو بیان میکنید. کسی که اینا رو میدونه باور کنید این دینی که یهودی های اسرائیلی و خصوص ایرانی، ما که اسکنازی نیستیم، اونا راه خودشون رو میرن، کاری به اونا ندارم. من اسرائیلی هم زیر بار اینا نمیرن، ولی من اون سخنم با یهودی های ایرانی و کلا قسم خانم افشار روی ازدواج انقدر اثر بدی گذاشته این دین تابلویی که اومده روی کار. این دختران میگیرن بعضی هاشون که خانواده ها بیدونی برای که مذهبی شدن، برای که میرن گوشت مجانی میگیرن، مرغ مجانی و میوه مجانی میگیرن و لباس کنه اسکناسی ها رو تنشون میکنن. الان هر کسی اینجا میخواد زود بخونه مشکل داره، میگن نه تو مذهبی نیستی، ما یه پسری میخواییم که توی خونه بشینه فقط بخونه، نباید بره سر کار، بعدم تو چی میمونن؟ بعدم شروع میکنن به کاری که نباید بکنن. آخه کجای دنیا گروبا نزول تو دین یهود حرامه؟ چرا توی ایران تو کلیسا ها میگن که برید نزول، پول نزول حلاله؟ دین عوض شده. یه دم مثل ماها که واقعیت رو میدونیم واقعا داریم رنج میداریم. این دینی که این آوردن روی کار دقیقاً این دین هزبالایی هست. مثلا این که دین مسلمان ها نیست که این آوردن، درسته؟ ما الان که افتار شدیم من نمیدونم نمیدونم کدومشون بگم. کجای دنیا تو که ایچه هست که تو ایران دارن مرغ میفروشن و کالباس میفروشن به صد برابر قیمت؟ آخه کلیسا جای عبادت بود عزیزم. شما اشارتون به یهودیان ایرانی در داخل اسرائیل یا به یهودیان ایرانی در سایر نقاط دنیا که در کنیساها صحبت هایی که شما میفرمایید دارن ترویج و تشویق میکنن؟ بله، هم اشارم به یهودی های ایرانیه، هم یهودی هایی که تو آمریکا ایرانی و هم من آمریکا رو دیدم، ایران هم دیدم، اینجا رو هم دیدم. اشارم به این سجاست، جای دیگه هم ندیدم. تو آمریکا دارید بدونید چه کار میکنن؟ آخه این کجا دین ما بود؟ آخه چطور اون یهودی میاد خونه من قضای من رو نمیخوره؟ میله چیز میوه نمیخوره؟ اون مسلمان ها تو ایران قضای ما رو میخوردن. حالا عزیزم شما فکر میکنید این افراطیون ارتدوکس که چند اینها بلند شدن مقابل ارتش، مقابل قوانین ایستادن و در واقع میخوان زن و مرد رو از هم جدا کنن، خطوطشون رو ایستگاه اتوبوس اینها، فکر میکنید مردم با اینها مقابله میکنن و نخواهند گذاشت اینها رو؟ تو اسرائیل بله، تو اسرائیل مقابله میکنن و هیچ کسان زیر بار نمیره. حتی دوره گذاشتن که حزب شاد میخواست رای بیاره و این رای آورد با خاطر اینکه مردم نمیخواستن اینا رو. ولی توی ایرانیا چون از کمه خیلی جذب شدن و خصوص دختران و پسران. آخه این چه دینی که میرن که مخیانه یا واسه که کار میکنن و عزیزم من البته اسمتون رو اگر میخواییم میتونیم بگیم و فعالیت نوع فعال معلومه که خانم فرهنگی هستیم. من میخوام بدونم آیا شما با این، چون اینها کار نمیکنن، اینها مف میگردن و از قبال تکس مردم
بچه و اینها اگر حدود نیم میلیون هم در آینده خطرناک خواهند شد، چون باعث بیاد جمعیت رأی بیشتر خواهند و بعد صندلی های بیشتر و این خطر بزرگ برای آینده اسرائیل. فکر میکنید که در اونجا مردم باید دولت چه کاری باید بکنه؟ به اینها دیگه بودجه نده، بگه باید کار بکنی، مفخوری بس پیشنهاد شما و کسانی که باشون در تماس هستین چیست؟ کسی که باشون در تماس هم اونا همین از سای شما رو قبول دارن، یعنی یکی باید این مزایا قد بشه. ایتار دازه یک کم شده بود هفت سال پیش، خیلی بیشتر میگرفتن بچه هاشون، پول میگرفتن، وزای مجانی میگرفتن، ولی الان خیلی کمتر شده. خانم افشار مردم افشار مردم موافق این کام نیستن اینجا. بله بله بله. ممکنه بگم فقط شما نمیخوام اسم فرنامتون رو گفتم، میتونه محفوظ باشه، میتونه اعلام کنیم، ولی به چه شغلی اشتغال دارید در اسرائیل؟ من والا شغلی ندارم حقیقتش، برای اینکه من الان سنم در پایین داریم میتونم کار کنم، ولی میبینم، ولی لذت میکشم، ولی میسوزم، ولی با خودمون که حرف میزنیم فامیلا هیچ کدوم همه حرف من رو قبول دارن، یعنی حتی همه رو قبول داریم. بله من از شما بسیار سپاسگزارم عزیزم، ضبط کردم پیامتون رو و با اجازه پیامت رو در برنامه بعدی پخش خواهم کرد، چون موضوع خیلی حساس و مهم هست. من نه من ستون خانم افشار من دارم، من میدونید بگید دلیل اسمانه میگم، چون اینکه از یه بودی هم خودشون خیلی خیلی میدونن اینو، من بیشتر دیرم از یه بودی ایرانیه. مشکلم از این هست این ناراحتی ها بسته است، این جاید نمی کنه اینا رو باز کنه، اونا من خودشون راحت می تازونن. بله اجازه بده قطع نکنده. بله این خواهر عزیزم ببینید درد مشترکه، درد مشترکه که به خاطر نزدیک شدن به خدا باید شکنجه کشید. خب این یک انتخاب شخصی است، اگر مذاهب آمدن برای ارشاد بشریت، برای نیکی، برای همیاری، اینی که الان انسان بهش رسیده، این همه فیلسوف ظهور کردن، دیگه چه لزومی داره که حرفای کهنه کتب کهن بیاد قوانین بشه امروز و بعد دولت ها از اینها حمایت کنن؟ یعنی دولت اسرائیل خودش عملا داره با بودجه سنگین مالی که از عرق جبین مردم های عادی مثل خود این خانم، خب الان کار نمیکنه ولی عمری کار کرده، یا فرزندانش، بیاد به اینها پول بده که تبلیغ چه چیزی رو بکنن. بله در یک دوره‌ای بود میگفتن که کسانی که از لحاظ ذهنی آدم های باهوشی هستند، اشراف دارن به مسائل عرفانی و علم، اینها نباید کار بکنن، اینها باید هادی و مرشد جوامع باشن و این گونه بود که این یهودی ها هم روحانیونشون مورد حمایت مالی دولت قرار گرفتن برای ارشاد مردم. دیگه امروز نیازی نیست، این همه مدارس باز شده، این همه مراکز فرهنگی، این همه گشایش ذهن، کتابخانه ها، یه موقع اینها نبود، ولی اینها این رو ملک ابدی خودشون میدونن، ارث میدونن، فکر میکنن که اگر نباشه حق زمینی آنهاست، حق آسمانی آنهاست و به جای رسیده که دارن مزاحم زندگی مردم شدن، باعث شکنجه و پسرفت اجتماع شدن. هیچ نیازی نیست به حضور اینها، چون اینها تبدیل به انگل‌های اجتماع شدن، به جایی که مرشد باشن، فیلسوف، اون نقش اصلیشون که از قرنها پیش فکر میکردن اینها باید حمایت مالی بشن، کار نکنن و جامعه را هدایت کنند، افتاده به جایی که اینها باعث فساد جامعه شدن و دولت اسرائیل واقعا باید یه قوانینی بگذرونه که اینها دلیلی نداره که بچه را بندازن پس بندازن یکی پس از دیگر و دولت به اینها پول بده. آخه کار اینها چیه؟
زنهاشون هم که محدودن، کسی روشون رو نمیبینه. حتی اینا عشقبازی هم با همسرشون میخوان بکنن، ملاقه ای میندازن و از درون یک منفذ، خیلی یک سوراخ، خیلی عذر میخوان. یعنی تا این حد چه لزومی داره در جامعه صنعتی امروز که دختران جوان مجبور هستن در شنبه و یک شنبه کار کنن، اینها بیان و بگن نه اتوبوس ها کسی نباید، هیچ وسیله نقلیه نباید حرکت کنه، آتش کسی دست به آتش نباید بگذاره، پارتی ها و نشست ها و مهمانی ها در روز شنبه و یک شنبه است، جمعه مادر برای بچهش باید غذا بپزه، این قوانین کهنه. و بعد خب یه دی اگر میخوان مثل همین قوانین اسلام خودمون برن اینقدر نماز بخونن، اینقدر نظر بدن، اینقدر بر سر این نقره های امام زمان رو، امام رضا رو اینقدر بگیرن و ببوسن و لمسش کنن، اینقدر بر سر چاه امام زمان برن دعا بنویسن، ولی تحمیل نکنن اینو به جامعه، ترویج نکنن. همین گونه در اسرائیل این ارتودکس ها و شاس ها، البته این ارتودکس های یهودی اینا بیشتر خاورمیانه ای دیگه، کت شاس ها رو که بیشتر اروپایی هستن از پشت بستن، ولی این قوانین با شورش مردم، با خواست مردم به ویژه زنها باید مقال جلوش گرفته بشه. بچهش به دنیا میاد در یک خیلی خوب در یک سنی مثل همه بچه ها باید بره کار کنه. یعنی چی در فیضیه های مذهبی اینها میشنن و کسب علم، چه کسب خرافات میکنن و این خرافات رو ترویج میدن. اینها هم باید مثل بقیه مردم کار بکنن، برای تحصیلشون باید پرداخت بکنن. بیچاره مردم عادی سالها میرن دانشگاه، بعد وقتی میان سالها باید پرداخت وام تحصیلی خودشون رو بکنن، که پزشک هستن به جامعه کمک میکنن، فیلسوف هستن، معلم هستن، هزار یک وکیل هستن، مشاغلی که به جامعه کمک میکنه، اما اینها مفوض میخورن، هیچ حرف اساسی ندارن، یک سری حرفای کهنه رو از نوشته ها و کتاب هایی که معلوم نیست این چگونه در واقع برای یک قصه های اساطیری است. و بعد امروز در یک دولت پیشرفته و مدرنی مثل اسرائیل اینها شدن بلای جون مردم. بهترین مدارس از آن اونهاست، بهترین خونه ها از آن اونهاست، بالاترین بهترین بیمه های اجتماعی از آن اونهاست. یعنی اینا یکی چماخ هم دارن و باعث تعجبه. یه موقعی گفتم مذاهب رو دولت ها برای این حمایت میکردن به صورت قدرت مرکزی، برای اینکه بتونن در زیر سلطه مذهب از تهاجم ها که توسط کشورهای مختلف میشد، کشورهای وحشی میشد، جلوگیری کنند و از قبایلی جامعه را، شیوه قبایلی و جنگهای داخلی در بیارند. این قدرت مرکزی بود. ولی دیگه امروز نیازی به این افکار پوسیده و شیوه های پوسیده نیست و دست و پاگیر شده. و متاسفم از اینکه اینها در اسرائیل بیش از نیم میلیونن، دارن قدرت میگیرن، دارن مستحکم میشن، با ارتش مقابله میکنن. اینا فقط مونده که مثل حزب الله لبنان و گروه های تندروی تروریستی اسلامی دستشون سلاح هم بیفته. و واقعا اگر دولت اسرائیل تمرکز نکنه و اینها رو سرکوب نکنه و اینها رو بر نگردونه به زندگی عادی مثل بقیه مردم که در مقابل کار دستمزد میگیرین، دلار تکس مردم بابت مفخوری شما دیگه اصل به بعد تعطیل خواهد بود. این قوانین باید عوض بشه. ولا اسرائیل مطمئن باشید چند دهه دیگه نه تنها از اینکه بین 1 میلیارد و بیش از 500 میلیون عرب هست، مسلمان هست که بسیار تندرو درشون هستن، با این موزل داخلی هم مواجه خواهد شد، چون اینها هر کدام 7-8 بچه را میندازن، مسیحیت نرن و میخوان تعدادشون زیاد بشه، میخوان که اونقدر تعدادشون زیاد بشه صندلی های پارلمان رو بگیرن، حق رأی داشته باشن. همین آقای نتانیاهو بخشی از انتخاب شدنش و حمایتش توسط همین تندروها بود. و خطری است از این، فقط فکر نکنیم خطر اسلامه، اینها هم. اما یک دوره مسیحیت آمد و شعبده بازی های خودش رو، قلدری های خودش رو
نشون داد به عصر نمایش گذاشت، امروز عصر اسلامیون و تندروهای یهودی هست که باید چاره اندیشی بشه و به ویژه نقش عمده زنان. حالا در ایران خودمون برگردیم، قبل از اینکه این اسلام بیاید که برای ارشاد بشریت، کسی مشکلی نداشت، مشکل مذهب نداشتن. اصلا زن بر تخت سلطنت نشست در دوران هخامنشیان و بعد اشکانیان و ساسانیان. مردها از 4-5 سالگی در ارتش بودن، از سواری یاد میگرفتن، تیراندازی یاد میگرفتن و اینها در میادین جنگ بودن. مردها، شاه یک نقش تشریفاتی داشت، زنها بودن که میگردوندن امور مملکت و در مهرهایی که به دست آمده به انجمن مهستان در دوران هخامنشی اشاره داره که چگونه زنها امور مملکت رو میگردوندن، ریاست میکردن. شبیه همین هم همین گروه مهستان که توسط زنان شیوه های یعنی در واقع کارهای اداری و دولتی اداره میشد، در زمان مشروطه توسط انجمن غیبی نسوان بود. چگونه این انجمن ها به وجود آمده بودن، چگونه اینها با هم مبادله نظر و خبر میکردن و ویلیام شوستر که مسئول امور مالیه در ایران بود برای مدت 9 ماه و اندی، در کتاب خودش نوشته که یک روز یک زنی آمد به در دفتر من و من رو خواست، به من گفت ویلیام شوستر تو ما تو رو دوست داریم، میدونیم تو درست کاری، اما خانومت فردا به مجلس شاهزاده دعوت داره که بعد علیه ضد مشروط است. ویلیام شوستر تعجب کرد که چطور این خانوم فهمیده، یعنی نماینده بود از طرف انجمن غیبی نسوان که هشدار بده به ویلیام شوستر. بعد گفت جز من و خانومم و اون شاهزاده کس دیگه نمیدونست که همسر من دعوت داره به خانه شاهزاده. تحقیق کرد فهمید او سراسر ایران توسط انجمنی، شما فکر کنید در زمان کی مشروطه، قبل از حتی امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه، که این زنها با هم ارتباط دارن در شیراز، در اصفهان، در تبریز، در تهران، و اینها مردان خطاکار کارشون رو زیر نظر دارن، برای اینها تهدیدنامه می نوشتن با خط قرمز، اطلاعی ها رو در بازار و در دیوارهای مختلف کشور می زدن و اصلاق می کردن بر دیوارها. یعنی اینها زنها هدایت می کردن و سه عمل عمده زنها در دوران مشروطیت داشتند: یکی افشاگری و تبلیغات بر علیه خائنی و غلطکاری ها، چه از دولت روسیه بود، چه انگلیس بود، چه از داخل خود ایران حکام. دو، مسلح شدن. سه، ترتیب آذوقه و ایجاد سازمان ها. و بسیار اینها کار میکردن، این انجمن ها بودندشون تا سال 1913 60 مدرسه زنانه و انجمن بودن. و اینکه بعد رضا شاه آمدن و با توجه به نبض جامعه و حضور زنان و این تقلای که میکردن زنان و سوری که وجود داشت، میدونستن زنها چگونه دارن پیشتازی میکنن، فرمان کشف حجاب رو در دانشسرای عالی تهران، مدرسه دانشسرای عالی تهران خواندن، قرائت کردن، ضبطی ازش نیست، اما نطق رضا شاه هست. در شروع نطقش روز سه‌شنبه براتون خوندم، این حق رو به خود خواست زنان داد، هرگز نگفت من این کارو میکنم، هرچند که بعد به صورت فرمان او و خواست او و خود. در شروع سخنرانیشون در هفده دی 1114 رضا شاه میگوید خوشحالم از این که میبینم زنان از طریق آگاهی و تحصیل و خرد به حقوق خود آگاهی یافتند و برای حق و امتیاز خودشون پیشکاش شدند. لذا من
این فرمان رو میدم. انگلیسیش هم یک بار دیگه براتون میخونن. I am pleased to see that women have recognized their position through education and knowledge and have pursued their rights and excellence. خودشون هم جرأت نکردن بگن من این کار گفتن خواست زن و واقعا خواست زنان بوده. اما این تبلیغات غلط چهره دیگری از وضعیت زنان در دوران مشروطه و دوران قاجارها داده، اینکه زنها هیچ اختیاری نداشتن، این اختیار به اونها داده شد، تفویض شد. باز در این مورد صحبت میکنیم. لازم هست که زن ایرانی تاریخچه خودش رو بشناسه و اینکه امروز در ایران تمام ادارات دولتی غیر دولتی رو اشغال کردن و علی‌رغم تمام صدها بی‌دلیل نیست، ریشه در تاریخ داره. خب از آقای امیر شهرتی عزیز سپاسگزارم، از بانوی نازنین یهودی که حاضر شدن با این شجاعتش آمد صحبت کنن و صحبتشون پخش بشه سپاسگزارم، از هموطنان عزیزم، از تلفن‌هاشون که چه انتقاده چه تشویقه چه راهنمایی، بسیار سپاسگزارم. رو در رو شنبه ها 8 بامداد و 3 شنبه 4 بعد از ظهر زنده و روز بعدش هم باز پخش شه. بدرود. خدای طبیعت نگهدار شما. امیر خان شهرتی بسیار بسیار سپاسگزارم. امروز هم سالگرد 6 ماهگی شانا دختر کیوت امیر هست.